نور جدا کننده، این حالت دیگه ای از نورپردازیه که ما میتونیم توی ویدیوهای خودمون از اون استفاده کنیم. این نور شاید توی نگاه اول برای شما خیلی عجیب بیاد و توی ذهنتون این سوال پیش بیاد که ما شاید از این نور نخواهیم استفاده کنیم یا کاربرد این نور دقیقاً تو چه مواقعیه. این رو خدمتتون بگم که حالت‌های مختلفی که ما توی نورپردازی داریم هر کدوم کارکردهایی داره که ما میتونیم از اون برای بحث زیباشناسی و انتقال مفاهیم دیگه‌ای که ما در ویدیوی خودمون به دنبال اون هستیم ازش استفاده کنیم. توی این مدل از نورپردازی جدا کننده ما در حقیقت به دنبال ایجاد یک قسمت کاملا روشن و یک قسمت کاملا تاریک روی صورت سوژه هستیم. ما به دنبال این هستیم که خط سایه درست از وسط صورت سوژه گذشته باشه و نوری که تابیده میشه به هیچ عنوان به قسمت‌های دیگه صورت تابیده نشده باشه. توی این مدل از نورپردازی به عنوان مثال اگر بخوام یکی از کاربردها رو خدمت شما بگم اینه که شما بعضی وقتها شاید یک سری از مفاهیمی داشته باشید که این مفاهیم صفر و یکی باشه، مفاهیمی که یک بخش پنهان و یک بخش کاملا آشکار رو برای مخاطب داشته باشه. توی خیلی از ویدیوها اگر دقت کنید مفاهیمی که حالت رازآلود داره، حالت سوالی پیچیده ای داره، از این مدل از نورپردازی ها استفاده میکنن برای اینکه کمک کنن به مخاطب که ارتباط بهتری با تصویر سوژه هنگام صحبت کردن بگیره. توی این مدل از نورپردازی جدا کننده ما باید از یک منبع نور استفاده کنیم که اون رو در سمت چپ یا راست سوژه باید قرار بدیم. توی این حالت از نورپردازی همونطور که گفتم خط سایه باید دقیقاً از وسط صورت سوژه گذشته باشه. منبع نوری ما باید در زاویه‌ای تقریباً 90 درجه در سمت چپ یا راست سوژه قرار داده بشه تا ما بتونیم این طراحی نور رو روی صورت سوژه داشته باشیم.